تا همین چند سال پیش اگه از یه برنامه نویس میپرسیدی نظر در مورد وردپرس چیه؟ یه نگاه عاقلا در صفی بهت میکرد و میگفت آشغاله چرا میگفت آشغاله چون حق داشت چون که هم وردپرس هم سرعتش کم بود و ساخته شده بود فقط برای اینکه وبلاگ بسازه وردپرس تا چند سال پیش سایت ساز نبود چند سال پیش یعنی حدودا از سال 96 یا 95 بود که پیج بیلدرها وارد وردپرس شدن صفحه سازهایی مثل ویژوال کامپوزر و دیوی دیوی بی بیلدر این دو تا صفحه ساز خیلی قوی بودن تا سال 96 سال 96 صفحه ساز المنتور اومد المنتور چه کار میکرد؟ چه مزیتی داشت؟ المنتور صفحه ساز نسبت به ویژوال کامپوزر بود ویژوال کامپوزر تقریبا کل اکوسیستم وردپرس رو مال خودش کرده بود هر قالبی که طراحی میشد رو طراحی قالب میومدن بر اساس ویژوال کامپوزر مینوشتن تا اینکه المنتور اومد المنتور چه کار کرد المنتور اومد بازار همه رو خراب کرد چه اتفاقی می افتاد قبلا نمونهش مثلا اگر شما میخواستین یه سایت املاک را بندازین یا یه سایت فروش فایل را بندازین باید میرفتی توی تنفارست و کل سایت هایی که قالب میفروختن سرچ میکردی یه قالب مخصوص فروش فایل پیدا میکردی یا یه قالب مخصوص رزمو پیدا میکردی المنتور اومد چکار کرد حدوداً اردی بهشت 97 بود که المنتور یه فیچر جدیدی اضافه کرد به صفحه سازش به اسم تیم بیلدر این تیم بیلدر میومد چه کار میکرد با تیم بیلدر شما دیگه نیازی نبود اصلا قالب بخری یعنی چی یعنی شما هم میتونستی هم هدر هم فوتر هم صفحه محصول و تقریبا کل بخشای سایت و کل بخشهایی که به تم نیاز داشت و خود المنتور راستون طراحی میکرد دیگه هیچ وقت نیازی نبود قالب سایتتون رو عوض بکنین با وجود المنتور دیگه شما نیازی به قالبی به اسم قالب نمیدونم بی یا آوادا نداشتین و اومد المنتور با ورودش اومد بازار همه اینا رو نابود کرد یه خوبی دیگه که المنتور داره اینه که شما میتونین بیس طراحیتون رو روی المنتور پیاده بکنید یعنی اگر یه روزی شما قالب سایتتون رو عوض کردین هیچ اتفاقی برای سایتتون نمیافته و بیس اصلی طراحیتون روی خود المنتور پیاده شده و یه خوبی دیگه هم که داره شما میتونین خیلی راحت دیزاینی که روی المنتور انجام دادین رو منتقل کنین روی سایت دیگه بدون اینکه نیاز باشه بکاپ بگیرین یعنی کامل میتونین اون دیزاینی که انجام دادین رو سیو بکنین دوباره بفرستین روی سایت دیگه و یه خوبی دیگه هم که باز المنتور داره اینه که داره تبدیل میشه به وبسایت بیلدر یعنی قبلا پیج بیلدر بوده، یه صفحه ساز بوده توی وردپرس. همین چند وقت پیش المنتور 15 میلیون دلار افزایش سرمایه داشت. با چه هدفی؟ با این هدف که بتونه المنتور پیج بیلدر رو، یعنی صفحه ساز المنتور رو تبدیلش بکنه به یه وبسایت بیلدر. یعنی بشه رقیب ویکس و اسکور سپیس و وب فلو که وب فلو باز یه تول خیلی باحالیه که احتمالاً آموزش های اونم بذارم Elementor داره اکوسیستم وردپرس رو مال خودش میکنه بیشتر از 5 میلیون نصب داشته المنتور و تقریبا نزدیک به الان داره نزدیک به 10 میلیون میشه من توی این دوره میخوام که المنتور و المنتور پرو رو به شما یاد بدم از اونجایی که المنتور توی ایرانم خیلی محبوب شده تقریبا همه سایت های بزرگی که وبلاگشون رو با وردپرس ساختن دارن شیفت میکنن به سمت المنتور من میخوام توی یک دوره کامل المنتور رو با تمام جزئیاتش به شما توضیح بدم پس با من توی ادامه این دوره همراه باشین